بزرگترین خطری که در فضای مجازی امنیت کاربر رو تهدید میکنه خطر دانلوده، یعنی انواع ویروس هایی که ریز و درشتن با همین دانلود ها به موبایل ها و کامپیوتر هامون سرازیر میشن. یه عده کلن مریض دانلودن، هر جای لینک میبینن میزنن روش دانلود بشه. میدونم اینترنت نامحدود مخابرات داری، اما لطفاً اول زیرشو بخون چی نوشته، بعد بزن روش. نفر سوم پهنای سیبیل در جهانه. 12 ساعت آموزش تصویری چرخ کردن دمپای کدامن دانلود کرده. کلن هم به ویروس های داخل سیستمش کم محلی میکنه. سیستم انقدر کند شده که روی پوشه کلیک میکنه، میره توی حیات باغچه رو آب میده، میره عروسی داداش، شب بر میگرده میاد میبینه پوشه باز شده. کار به جایی رسیده که ویروس ها برای جلب توجه اومدن رو تاپ. یه سری ویروس پیر پیژامه پوش تا اینجا براش دست تکون میدن، میگن لااقل آنتی ویروس نصب کن که ما خلاص شیم از این زندگی نکبت. در نقطه مقابل اینا یه عده هستن که از هیچ کوششی برای تأمین امنیت مجازیشون دریغ نمی کنن. تا کارت رو میزنه تو دستگاه 8 تا اسمس هشدار براش میاد که کارتت رفت تو دستگاه، خودتی یا ازت دزدیدن. اثر انگشت و مردمک چشم و اینها رو گوشیش فعاله، اونا رو که چک میکنه تازه باید گوشی رو بگیره جلو دهنش ها کنه، گوشی مقدار بررسی میکنه، میگه این تو نبودی؟ میگه آقا به جان خودمم. میگه گوشی بهش میگه پس لابد امروز سیر خوردی، یه بار دیگه ها کن. شدیدترین و عجیبترین عکس‌العمل‌ها رو زمانی نشون میدیم که نشستیم پای لپتاپ و یهو یکی در رو باز میکنه میاد تو. یعنی دوست نداریم کسی بدونه اون تو چه خبره. بعد با رعایت نکردن امنیت مجازی اطلاعاتمون رو در اختیار صدها هزار نفر قرار میدیم. اتفاق افتاده، طرف نشسته بوده پای لپتاپ، همزمان سیگارم میکشیده، هسته زردالو هم میشکسته، با گوشکوب میخورده. باباش اومده تو. این از هولش که صفحه لپتاپ رو ببنده، اشتباهی سیگار رو رو گوشکوب خاموش کرده، قربیلک موس رو انداخته گوشه لپش، با زیر سیگاری کوبیده تو مونیتور لپتاپ. بعضی هم به شدت آماده فریب خوردنن، یعنی طرف داره فکر میکنه به این که چجوری میتونم رمز کارتشو ازش بگیرم. این خودش یهو بی خودی میگه به جون مامانم رمزم شماره شناسنامم نیست. خواهش میکنم انقدر راحت فریب نخورید. رئیس هیچ بانکی زنگ نمیزنه بگه داشتم پرونده ها رو نگاه می کردم، دستم خورد چایی ریخت رو رمز کارت شما، رمزتون چند بود؟ آنتن ندادن دستگاه پوز پیک موتوری
ربطی به پسورد ایمیل شما نداره اصلا. اون میگه رمز ایمیل تو بده، شاید جواب داد. تو هم میدی؟ واسه تعمیر جاروبرقیتون نیازی به در اختیار گذاشتن مموری موبایل نیست. هیچ شرکتی بابت خوشگلی عکس پروفایلتون به حساب شما پول واریز نمی کنه. اگرم بخواد واریز کنه، نیازی به رمز کارت و سی وی وی و تاریخ انقضای کارت شما نداره. آره، رعایت کنیم که بعداً بابت لو رفتن عکس ها شرمنده خاله و عمه و بقیه فک و فامیلتون نشین. چقدرم جدیدن جوون شدن خاله ها و عمه ها. والا ما هم عکس با خاله ها و عمه هامون زیاد مینداختیم، اما قدیم اینقدر جوون نبودن. الان خدا رو شکر خیلی خوب میمونن، همه روپا و سرحال و پر انرژی. آره، اولین اقدام در تأمین امنیت فضای مجازی داشتن یک پسورد امنه. این اولین چیزه. لطفاً در ساختن پسورد یکم بیشتر خلاقیت به خرج بدیم. هکر از خواب بیدار شده، هنوز داره چشماشو میماله، عکس طرفو بهش نشون میدن، میگن به نظرت پسورد این چی میتونه باشه؟ می نگاه میکنم، همسرم آندرلاین عشق. میگن عشق با یه اس یا دو تا؟ میگه احتمالاً 7 تا. این به قیافش اینجوری میاد. میزنن میبینن همونه. دم آبر بانک میخواد کسی رمز کارتشو نفهمه، یواش شناسنامهشو در میاره، شمارهشو یه نگاه میکنه، میذاره جیبش. رمز کارتو نوشته، چسبونده روی خود کارت، بعد زیرش نوشته تاریخ تولد پسرم، که هر کی پیداش کرد گمراه بشه، بگه این رمز نیست، این تاریخ تولده. در حال حاضر رایج‌ترین پسوردها در ایران عبارتند از 1 2 3 4. اونایی که زیرکترن میزنن 4 3 2 1. یه عده که بازم زیرکترن خود کلمه پسورد رو میذارن پسورد. هکرها معمولا اول 1 2 3 4 رو میزنن، اگه اون نبود همین کلمه پسورد رو میزنن، به نتیجه میرسن. یه عده زیادی هم پسوردشون همونیه که رو تیشرتشون نوشته. بعضی هم لپتاپشون که عوض میشه مراجعه میکنن به پلیس فتا، میگن ببخشید رمز ما دیگه کار نمیکنه. پلیس هم سریع بهشون یادآوری میکنه که در لپتاپ های جدید حرف پ به جای سمت راست رفته سمت چپ. جالبه که خنده ازتون در نمیاد. یا من بیمزم نه یا من بیمزه میگم یا جالبه که خیلی ها همین رمز 1 2 3 4 رو هم یادشون میره. بعد شبکه اجتماعی میخواد برای بازیابی پسورد کمکشون کنه، از توی پست های خودش عکس میذاره، میگه بگو این کیه که پسورد جدید بدم بهت. باز جواب میده نمیشناسم، عکس بعدی لطفاً. شبکه اجتماعی میگه این عکسو خودت یه بار گذاشتی، زیرت نوشتی بابام. میگه آخ آخ ببخشید، مال اون دوره ایست که بابام سیبیلاشو زده بود. و این یه واقعیت. من خودم یکی از کارهای مهم زندگیم فراموش کردن پسورد هاست. یعنی در گوشی موبایل، در لپتاپ، در هر آن چیزی که یه شماره ای باید بدی، نهایتاً 48 ساعت یادمه و نصف زندگیم دنبال آدرس گشتم، کلاً نصف زندگیم دنبال فکر کردم به این که پسورد چی بود.
نسل جدید دزدها و کلاهبردارها حوصله ندارن مثل دزدای قدیم از دیوار برن بالا. هم لباساشون خاکی میشد، هم سخت بود، زانوشون درد میگرفت، بعد استرس داشتن خیلی. مجبور بودن دست کنن تو جیب یکی که آیا پولی باشه آیا نباشه، استرس داشت. الان میشینن پشت لپتاپ، قهوهشونو میذارن کنار دستشون، یه موزیک ملایم میذارن و دزدیشونو میکنن. خیلی هم سپاسگزارن از اینکه یه عده با حالا کم حواسی زمینه رو برای دزدی‌های اینها فراهم میکنن. یعنی الان اگه با دزدها مصاحبه کنن میگن خیلی متشکریم از این همه لطف. واقعا الان وضع ما با 10-20 سال گذشته خیلی اصلا قابل مقایسه نیست. نکته غم‌انگیز ترش اینه که بعضی از این دزدهای اینترنتی واقعا با استعدادن. ازش سوال میکنن چجوری این همه بانک و مؤسسه رو هک کردی؟ شروع میکنه از برنامه هایی که نوشته، میگه از قطعاتی که اختراع کرده برای اینکه بتونه سرورهای امنیتی رو دور بزنه، از ابتکاراتی میگه که باعث گمراه شدن برنامه نویسان شرکت های بزرگ شده. یعنی اولش به چشم یک دزد خبیث نگاش میکنیم، اما وقتی تعریف میکنه چی کار کرده و چه مسیرهای خلاقانه ای رو رفته، خیلی باید جلو خودت رو بگیری که براش کف نزنی. و باز غم‌انگیزترش اینه که بعضی استعدادهامون از استعدادهاشون در جهت منفی استفاده میکنن، گناه و اشتباه خودشون به جای خود. اما دیگرانی که هوای استعدادها رو ندارن چقدر مؤثرن؟ بعضی از استعدادهای حوزه آیتی میشن هکر، میرن زندان. بعضی از استعدادهای ورزشی میشن مجرم قضایی، میرن دادگاه. بعضی از استعدادهای خوانندگی میرن تو زیر زمین 6 و 8 میخونن. بعضی از استعدادهای حوزه اقتصاد میشن میلیاردر اختلاسگر، تیتر یکی روزنامه ها میشن. گناه و اشتباه این بعضی ها به جای خود. اما اونایی که همه مسیرها رو میبندن و بزرگراهایی که به ناکجا آباد میره رو باز میذارن چقدر مقصرن؟ خیلی ممنون که تا این لحظه کنار ما بودین.